به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای این چینل خوش آمدید. به نقل از فیسبوک حمید سالنگی، خبر تازه همکنون سیلاب شدید در ولسوالی سالنگ ولایت پروان، مردم به کوها برآمدند، سرک تخریب شده است. همچنان به نقل از فیسبوک عبدالحمید خراسانی، خداوند جل جلاله او خیر کند، سیل خطرناک تاواخ پنجشیر و اکثریت قریجات دیگر. همچنان در یک خبر دیگر، با نقل از فیسبوک یاسر ابرار، آگاهی، نظر به پیشبینی اداره هواشناسی در ساعات آینده احتمال بارندگی های شدید در کابل وجود دارد، امشریان اقدامات پیشگیرانه را روی دست بگیرند و در صورت نیاز به خدمات صحی به این شماره ها به تماس شوند. این در حال است سرازیر شدن سیلاب در سربی کابل جان 8 تن را گرفت. این در حال است که نزدیک به 80 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پروان جان باختند و بیش از 100 تن دیگرشان زخمی شدند. کمال نبی‌زاده رئیس سهام کابل میگوید که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولسوالی سربی ولایت کابل دست کم 8 تن جان باختند و 14 تن دیگر زخمی شدند. با گفته او زخمیان این رویداد به شفاخانه ها در سربی کابل و ننگرهار انتقال داده شدند و احتمال دارد شمار تلفات تغییر کند. این در حالی است که نزدیک به 80 تن در نتیجه سرازیر شدن سیلاب ها در ولایت پروان جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. این سیلاب ها ساعت 3 بامداد امروز چهارشنبه هنگامی که مردم خواب بودند سرازیر شدند. خالد نگزاد خبرنگار طلوع نیوز که به محل سیلاب زده در پروان رفته است میگویند که تاکنون عملیات نجات گیرماندگان ادامه دارد. اداره هواشناسی کشور گفته است که احتمال دارد بارش های سنگین باران در شمار از ولایت های دیگر از جمله کابل نیز رخ بدهد. مقام های محلی ولایت پروان به روز چهارشنبه 5 سنبله میگویند که تاکنون 70 تن در نتیجه سیلاب های شب گذشته در این ولایت جان باختند و بیش از 100 تن دیگر زخم برداشتند. صفی الله وارثسر رئیس صحت عامه پروان میگوید تا فعلا شمار جان باختگان به 70 تن و شمار زخمیان به بیش از 100 تن افزایش یافته است. با گفته وارسته 5 زخمی این رویداد که وضعیت صحیشان وخیم بود به مرکز انتقال داده شدند. مقام ها می افزایند که بیشتر قربانیان کودکان و زنان هستند. مقام ها می گویند که ده ها خانه و موتر در نتیجه این سیلاب ها در شهر چاریکار مرکز ولایت تخریب شدند. با گفته مقام ها این سیلاب ها ساعت 3 شب گذشته در بخش های مرکزی این ولایت سرازیر شدند و باشندگان این محل خواستار کمک فوری هستند. باشندگان پروان میگویند که بیش از 500 خانه نابود و صدها خانواده دیگر نیز آواره شدند. در همین حال ریاست جمهوری در یک خبرنامه گفته است که رئیس جمهور غنی از تلفات جانی و خسارات مالی سیلاب ها در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان شدیداً متاثر گردیده است. به وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث و سایر ادارات مربوط هدایت داد تا با آسیب دیدگان کمک فوری کنند. همچنان در یک خبر دیگر، ارگ اختلاف ها روی معرفی کابینه و اعضای شورای عالی مصالحه ملی حل شدند. در حدود 3 ماه از ایجاد حکومت تازه و شورای عالی مصالحه میگذرد، اما هنوز کابینه و تشکیلات شورای عالی مصالحه معرفی نشدند. در حدود 3 ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله و ایجاد حکومت تازه میگذرد، اما تا کنون اعضای کابینه معرفی نشدند و تشکیل شورای عالی مصالحه نیز به گونه رسمی اعلام نشده است.
شورای عالی مصالحه نیز 3 ماه پیش در پی امضای توافقنامه سیاسی میان رئیس جمهور غنی و دکتر عبدالله ایجاد شد و مسئولیت آن به عهده دکتر عبدالله گذاشته شد. منابع میگویند که اختلاف ها میان غنی و عبدالله باعث تأخیر در معرفی کابینه و تشکیل شورای عالی مصالحه شدند، اما اکنون ریاست جمهوری میگوید که حال اختلاف ها حل شدند و قرار است هر چه زودتر اعضای کابینه معرفی شوند. صدیق صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری تصریح کرد در قسمت تکمیل کابینه و تکمیل اعضای شورای مصالحه ملی ما پیشرفت چشمگیر داریم. کار تقریبا نهایی شده است، روی این دو بخش و بزودی اعلام میکنیم. اما فضل احمد معنوی، یکی از کسان نزدیک به دکتر عبدالله، میگوید که تا کنون اختلاف ها درباره معرفی رئیسان اداره های مستقل، والیان، سفیران، معینان و فرماندهان حل نشدند. آقای معنوی همچنین میگوید که مشکلات درباره معرفی نامزد وزیران حل شدند و بحث ها درباره معرفی وزیر صلح و معاونان شورای عالی مصالحه ادامه دارند. بحث ادارات مستقل، بحث والی ها، بحث معینت ها، سفارت ها و همچنین سناتوران انتصابی هنوز جریان دارد. به گفته منابع در شورای عالی مصالحه ملی، سلام رحیمی، وزیر دولت در امور صلح، حاجی دین محمد و عطارحمان سلیم، معاونان شورای عالی صلح و یک زن همچون معاونان شورای عالی مصالحه برگزیده خواهند شد. فاطمه مسعود آگاه مسائل سیاسی گفت: کمتر توجه و تلاش برای شایسته سالاری است که حکومت افراد با پیدا کند که بتواند به خوبی امورات را به پیش ببرد. بر بنیاد توافقنامه سیاسی ارگ و سپیدار، شورای عالی مصالحه ملی 5 معاون خواهد داشت که 2 تن آن معاونان آقای عبدالله در انتخابات پیشین هستند و 3 تن دیگر در رایزنی با رئیس جمهور از بخش های گوناگون برگزیده خواهند شد. اما اکنون منابع میگویند که این شورا 6 معاون خواهد داشت. دوستان عزیز، ما منتظر انتقادات و پیشنهادات سالم شما جهت بهتر شدن محتویات بعد این چینل میباشیم. لطفا نظرات نیک، مثبت و خوبتان را برای ما در کامنت بنویسید تا در آینده ما بتوانیم ویدیوهای خوبتر و بهتر را برای شما آماده سازیم. این بود ویدیوی امروزی. تا ویدیوی دیگر، الله یار و مددکار همه ایتان باد.